با سلام های گرم و صمیمانه به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت و سرحال باشید. من سیما بهاری هستم، برنامه 30 دقیقه رو خدمتتون ارائه میدم. در مورد حقوق کودک میخوایم صحبت بکنیم. معمولا صحبت میکنیم، میگیم که جوامعی که متمدنتر، مدرنتر و انسانیتر هستن، توی اونها حقوق کودک معنا پیدا میکنه و هست، مشاهده میشه. افسانه وحدت چهره آشنایی هست که در رابطه با حقوق کودک کار میکنه و برای شما هم آشناست. برنامه های تلویزیونی تهیه میکنه و با کارها و فعالیتهاش کم و بیش فکر میکنم آشنا باشین. دعوت کردیم از افسانه وحدت در استودیو حضور داشته باشن تا در رابطه با حقوق کودک و کاری که افسانه وحدت داره میکنه انجام بدیم. سلام میکنم به شما، خیلی به برنامه‌مون خوش اومدید. ممنونم به شما و بینندگان برنامه 30 دقیقه سلام میکنم. میدونم که مریض بودین، سرما خوردین، ولی به هر حال دعوتمون رو پذیرفتین و از این بابت ممنونم ازتون. صدام گرفته ولی امیدوارم که خوب پیش بره. امیدوارم شنونده ها و بیننده ها ناراحت نشن از این موضوع. امیدواریم. خب به هر حال همطور که توضیح دادم، شما مسئول نهاد کودکان مقدمند هستید. برنامه های مختلفی دارید، از جمله قبل از عید نوروز جشنی رو برپا کرده بودید در رابطه با کودکان که بسیار بسیار کار خوبی بود، بسیار همه سپاسگزار بودن از اینکه بالاخره یک ارگانی هست که فقط کودکان رو توی مرکز توجهش قرار میده و برای اونا کار میکنه. اینجا میخواستم یه فرصتی گیر بیارم ازتون تشکر هم بکنم به خاطر این موضوع. به هر حال فعالیت های زیادی در رابطه با حقوق کودک داشتید و فکر میکنم چهره به این خاطر آشناتری هستید برای خیلی از مردم. اولین سوالی که مطرح هست که فکر میکنم توی برنامه نوروزی هم ازتون سوال کردم، گفتم که چه مشاهداتی، چه انگیزه‌ای، چه چیزهایی باعث شد که شما مسئله کار برای حقوق کودکان رو توی اولویتاتون قرار بدید؟ ممنونم، سوال مهمیه به نظر من. راستش مشاهده‌ای که آدم داره توی جهان امروز اینه که یک دنیاییه که هیچ وقت شرایط به این فراهمی نبوده برای اینکه همه کودکان دنیا در رفاه و آسایش و امنیت زندگی بکنند و هم از نظر مادی شرایطش فراهمه، هم از نظر تکنیکی فراهمه، علمی هیچ وقت واقعا اینجوری نبوده. و ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها اینطوری نیست، بلکه جمعیت گرسنه‌های دنیا به 1 میلیارد رسیده. در هر 6 ثانیه یک کودک میمیره در اثر گرسنگی و یا در اثر بیماری‌هایی که قابل علاج در دنیا. و وضعیت کودکان به هر حال به شدت اسفناکه و نگران کننده است و خیلی سیاه و تاریکه و علتش به نظر ما سیستمیه که در دنیا وجود داره، سیستمیه که داره از منافع 1% از مردم دنیا دفاع میکنه در مقابل 99%. سال 85 سازمان ملل اعلام کرد که 10% مردم دنیا دارن از امکانات و رفاه 90% مردم استفاده میکنن. یعنی امکانات دنیا در دست 10% از مردمه و بقیه دارن واقعا یه بخور و نمیری دارن که فقط بتونن زندگی رو بگذرونن. و این تمام این مشاهدات و وضعیتی که کودکان در دنیای امروز داره باعث میشه که برای من یک چیز خیلی مسلمیه که باید برای تغییر این وضعیت بجنگم. باید من فکر میکنم که چون کودکان صدایی ندارن، خودشون نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، این وظیفه به عهده ما بزرگسالاست که باید این کارو بکنیم. و اگه نکنیم به نظر من باید جوابگو باشیم و به بچه‌هامون، به نوه‌هامون، به نسل‌های آینده باید جواب بدیم چرا ساکت بودیم. تو خیلی از جوامع وقتی که آدم همجوری مشاهده میکنه، چیزی به نام حقوق کودک معنا نداره. معمولا راجع به تربیت کودک صحبت میشه که اونم یه وظیفه به عهده والدین که باید خوب تربیت بکنن و افرادی رو بار بیارن برای اینکه در آینده بتونن برای جامعه مفید باشن. و مسئله این هستش که اینجوری برداشت میشه که کودکان یک موجودات به قول معروف مثل یک کاغذ سفید هستن که والدین میتونن اونا رو به هر شکلی که بخوان در بیارن و تحویل بدن. سوالی که اینجا مطرح هست، به عنوان کسی که فعال حقوق کودک به این معنا هستید،
کلا حقوق کودک از کجا اومده و به چه دلیلی این مسئله حقوق کودک مطرح شده؟ بله، شما درست میگین، به اون شکل حقوق کودک مطرح نبوده، در صورتی که باید در صدر همه برنامه های همه کشور و همه جوامع باشه. ولی تا اواخر دهه 80 اصلا مسئله حقوق کودک مطرح نبود به اون شکل و مشکلی یعنی در موردش صحبت نمیشد. ولی اواخر دهه 80 سال 89 که کنوانسیون حقوق کودک بیرون اومد، به هر حال یه مقدار فوکوس رفت روی حقوق کودک و به خاطر اینکه مثلا کشورهای مختلف رو دعوت کردن به اینکه امضا کنن این رو، در کشورهای مختلف اصلا حقوق کودک مقدار در فوکوس قرار گرفت. و ولی شما درست میگید، یعنی همه رو میخوان، دولت‌ها میخوان به عهده پدر و مادر بندازن و بگن که اگر که کودک وضعیتش خوب نیست، الان پدر و مادران خوب وجود ندارن. ولی خب این صحیح نیست، به خاطر اینکه درسته که پدر و مادر نزدیکترین افراد به کودکان هستند و پدر و مادرشون هستند و وظیفه نگهداری و مسئولیت اینکه کودک بتونه توی موقعیت خوبی برای کودک امکاناتی براش فراهم کنن که بتونه یه زندگی خوب و شاد و مرفه داشته باشه. ولی وظیفه اصلی به عهده جامعه است، به عهده دولتیه که تمام پول ملت رو در دست داره و میخواد سازماندهی کنه برای آموزش کودک، برای بهداشت کودک، برای تفریح کودک و به طور کلی برای زندگی کودک، زندگی اجتماعی کودک. دولتی که سازماندهی میکنه، پولشو داره و امکانشو داره. پدر و مادر تا اونجایی که بتونن میتونن روزانه کودک رو تامین بکنن و اگر که چی میگن تا خود خانواده تأمین باشه، بتونه کودک رو تأمین کنه. ولی نقش جامعه در این وسط اهمیت خیلی زیادی داره و خیلی ها فکر میکردن و هنوز هم فکر میکنن که کودک جزو اموال پدر و مادره و پدر و مادر صاحب کودک هستن، در صورتی که واقعا کودک باید به عنوان یک موجود مستقل بهش نگاه بشه که آزادی اینو داشته باشه که در مورد آینده خودش، در مورد زندگی خودش بتونه دخالت بکنه، بتونه نظر بده. و تا وقتی که کوچیکه که البته نمیتونه این کارو بکنه، ولی پدر و مادر باید این شرایط رو براش فراهم بکنن. خب یکی از جاهایی که یه جورایی حقوق کودک انگار هیچ معنی نداره جمهوری اسلامیه. وضعیت حقوق کودک و کلن تو جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چجوری ارزیابی میکنه؟ دید جمهوری اسلامی، دید حکومت اسلامی به طور کلی به کودکان شبیه قرون وسطاست. در قرون وسطا کودک معنا نداشت، یعنی کودکیش به رسمیت شناخته نمیشد و فکر میکردن بزرگسالان کوچک هستند که هر کاری که میخواستن با کودک میکردن. کودک برابر بزرگسالان میتونست کار بکنه، میتونستن هر موقع بخوان به عنوان ازدواج بهش تجاوز بکنن و دقیقا همین چیزی که در جمهوری اسلامی وجود داره. در جمهوری اسلامی کودک یک طعمه است که باید آماده بشه برای شهادت و برای قربانی شدن برای اهداف جمهوری اسلامی. اینا حتی از کودکان شیرخواره هم نگذشتن، شیرخوارگان حسینی و کودکانی که ثبت نام میکنن از وقتی که به دنیا میان که اینا جزو بسیج جمهوری اسلامی باشن، نیروی بسیج جمهوری اسلامی باشن. و فکر میکنم همه در مورد شیرخواران حسینی شنیدن و همینطور که میدونید حتما بینندگان عزیز شنیدن که جمهوری اسلامی 36,000 نفر از همین کودکانی که بسیج در اختیار گرفته بود روی مینها راه رو برای سربازان امام زمان آماده کردن، روی مینها رفتن و کشته شدن. 36,000 کودک کشته شدن و این نگاهیه که جمهوری اسلامی به کودک داره که فقط به عنوان شهید میبینه کودک رو. و الانم که میبینیم توی این 34 سال حکومت جمهوری اسلامی هر روز کودکان بیشتری به بازار کار کشیده شدن. الان 7,000,000 کودک بنابرای آماری که خود جمهوری اسلامی داده، تعداد کودکانی که واجد شرایطن برای تحصیل و تعداد کودکانی که ثبت نام کردن برای تحصیل، 7,000,000 کودک با یک تفریق ساده میشه این رقم رو درآورد که از چرخه تحصیل به دور افتادن و اینا به بازار کار کشیده شدن. و هر روز که میگذره وضعیت کودکان سیاه‌تر و تاریک‌تر میشه در جمهوری اسلامی. تقریبا این رقمی که میگین معادل تقریبی جمعیت سوئده.
بله دقیقا. همه جمعیت سوئد. بله. خب فکر میکنید که توی جوامع غرب، توی جوامع صنعتی، حقوق کودک به طور کلی رعایت میشه؟ راستش جوامع غربی، یعنی تمام کشورهایی که در دنیا وجود داره و جوامعی که وجود داره سیستمش سرمایه داریه و به هر حال دولت‌های این جوامع و این کشورها همه از اون 1%ها حمایت میکنن بیشتر، ولی خب کشورهای اروپایی قرنها فاصله دارن با یک کشوری مثل ایران و در اثر مبارزات مردم در طی تاریخ یه سری حقوق، یعنی کودکان به یه سری حقوق رسیدند که به هر حال تأمین میکنه یک زندگی شاد رو برای کودک، یک آموزش تقریبا خوب رو برای کودک تأمین میکنه، هرچند که بنا به خواست ما فعالین حقوق کودک و چیزی که در کودکان مقدمند میگه و یه چیزی که منصور حکمت همیشه روش تاکید کرده و از بدو تحصیل تأسیس کودکان مقدمند همیشه گفته، بالاترین استانداردها برای کودکان، همه کودکان در دنیا ممکنه و ما از بالاترین استانداردها یک ذره هم کوتاه نمیایم. در جوامع غربی وضعیت کودکان خیلی مسلما بهتر از جوامع اسلام زده و جوامعی که حکومت‌های سرمایه‌داری و بدترین نوعش رو که ایران داره، سرمایه‌داری، حکومت‌های سرمایه‌داری مذهبی، خیلی فرق داره و کودکان وضعشون خیلی بهتره. ولی همینطور که گفتم به هر حال توی این کشورها، خب فرقش اینه که توی ایران و کشورهای مثل ایران باید روی پایه‌ای‌ترین حقوق کودک، برای پایه‌ای‌ترین حقوق کودک جنگید، حتی باید برای زندگی کودک جنگید، چون کودک اعدام میشه. ولی توی کشوری مثل سوئد خب یه مقدار این بحث پیشتر رفته، استاندارد بالاتری داره، برای اینکه به هر حال کودکان در مدرسه چجوری با آموزش بهتری، آموزش علمی بهتری و وضعیت کودکان چه کار کنیم که از این بهتر بشه بحث میشه. ولی در کشوری مثل ایران در همون پایه ای ترین حد خودش مونده، چون کودکان واقعا بی حقوق هست. من فکر میکنم که اگر فرصت داشته باشیم، دقیقا الان نمیدونم چقدر وقتمون مونده، میتونیم دوباره برگردیم که ببینیم کلن پایه ای ترین و مهمترین حقوق کودک از نظر شما چیا هستن. اگر فرصت داشته باشیم میتونیم برگردیم. بله. اجازه بدین سوال بعدیمو مطرح بکنم. توی قسمت‌های قبلی صحبتاتون راجع به اینکه وظیفه جامعه چیه، دولت چه وظیفه‌ای داره صحبت کردین. حالا کلن شما پدر و مادر رو چقدر مقصر میدونین تو وضعیت بی سر و سامون کودکان؟ مقصر مثلا اگر که یک کشوری رو مثل کشور ایران در نظر بگیریم، خب تو تمام دنیا اینجوریه که به هر حال یه سری آدم ها هستن که شاید معتاد هستن، یه سری آدم ها هستن شاید وضعیت از نظر روانی زیاد سالم نیستن و یه سری آدم ها هستن که واقعا نمیتونن شاید پدر و مادر بشن، ولی تصادفاً پدر و مادر میشن. خب اینا وضعیت بچه هاشون چجوری میشه؟ اونجا جامعه است که میاد تربیت و نگهداری از اون کودک و سرپرستی اون کودک رو به عهده میگیره. ولی خب این خیلی مهمه که جامعه این نقش رو داشته باشه که وقتی که یک کودکی در خانواده بهش رسیدگی نمیشه به انواع مختلف، اگر پدر و مادرش مریضند یا همینجور که گفتم معتادند، که جامعه سرپرستی این کودک رو به عهده بگیره. ولی برگردیم به یه جامعه مثل جامعه ایران که دولت واقعا هیچ وظیفه‌ای در قبال کودکان به عهده نمیگیره، همدیگر رو به همدیگه حواله میدن. اگر که آتش سوزی میشه توی مدرسه، وزیر آموزش پرورش میگه که به ما مربوط نیست، نمیدونم بهزیستی میگه که ما این وسط کاری نداریم و همه به همدیگه حواله میدن و هیچ کس هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیره. در اون جامعه خب خیلی پدر و مادرها تحت فشار بیشتری هستن. ولی فکرشو بکنیم، اگر که موافق باشیم، با شما و با بینندگان عزیز موافق باشیم که سه اصل مهم در زندگی کودکان وجود داره، یعنی امنیت، رفاه، امنیت و آسایش کودکان، خب این سه اصل رو خب خانواده در وهله اول باید داشته باشه. در وهله اول همیشه جامعه است البته، ولی خب خانواده نزدیکترین به کودک. ولی فکرشو بکنیم که رفاه کودک،
خب ما میگیم که اگر که مثلا غذا به کودک ندی، کودک آزاری حساب میشه. ولی خب خانواده ای که یه دونه نوناور داره، پدر خانواده است، اونم حقوقی زیر خط فقره، نمیتونن حتی گوشت بخرن، نمیتونن حتی شاید یک وعده غذای گرم بچهشون بدن. خب این خانواده این وسط یعنی توی جامعه مثل ایران که دولت دست خانواده ها رو واقعا بسته، جیباشون رو خالی کرده، پول ملت دست دولته و دولت واقعا یعنی تمام ابزارهایی که یک خانواده میتونن بچهشون رو به رفاه برسونن، به خوشبختی برسونن، ازشون گرفته. خانواده ها به روز سیاه نشستن، نمیتونن برای بچه هاشون لباس نو بخرن. الان سال نو بوده، نوروز بوده، نمیتونن حتی سبزی پلو ماهی به بچه هاشون بدن. هستن خانواده هایی که با ما زنگ زدن و گفتن که واقعا ما نمیتونیم حتی مثلا نوروز یک غذای آبرومندی به بچه هامون بدیم. خب این خانواده ها دیگه تقصیر ندارن اینا، واقعا مقصر کیه اینجا؟ مقصر دولتیه که اون پول رو در اختیار گرفته، اختلاس های وحشتناکی که اینا روز به روز همدیگر رو افشا، سال هاست دارن همدیگر رو افشا میکنن، رقم های نجومی که به جیب زدن، رقم های نجومی که صرف سرکوب مردم میکنن و در اختیار تروریست های بین المللی میذارن و یه حکومتی مثل بشار اسد میذارن. و اینجا دیگه واقعا خانواده چجوری میتونه اون آسایش، اون رفاه رو برای بچه هاش تأمین بکنه؟ اینجا واقعا یعنی دست خانواده کوتاه، خانواده ابزاری در دستش نیست که بتونه این کار رو بکنه. و آموزش کودک، یعنی امنیت کودک کی به هم میخوره؟ زمانی که شما به عنوان پدر و مادر نتونی بچه‌تو تامین کنی، بچه‌تو بفرستی به بازار کار، امنیتش همون لحظه به هم میخوره. بچه‌ای که توی بازار کار باید شبا بره کار کنه، هستن بچه‌هایی که توی عید نوروز مثلا به ما خبر دادن که توی روز کار معمولیشون رو میکنن، میرن مثلا فال میفروشن، یعنی که گل میفروشن، چسب زخم میفروشن، شب میان یه دو سه ساعت میخوابن، دوباره صورتاشون رو رنگ میکنن، لباس حاجی فیروز میپوشن، میرن یه دور دیگه کار میکنن، شبا کار میکنن. یعنی کودکانی در ایران وجود دارن الان که دو شیفته کار میکنن، 16 ساعت در روز کار میکنن، سن کار کودک به 4 سال رسیده. دیگه اینجا واقعا حرف زدن از پدر و مادر و مسئولیت پدر و مادر خیلی کم رنگه. من فکر میکنم این دیگه یه امر واضحیه که دولت جمهوری اسلامی دست خانواده ها رو خالی گذاشته. از هر لحاظی که شما فکر بکنید خانواده ها چیزی در دستشون نیست که بتونن بچه هاشون رو به شادی و سعادت برسونن. بحث به شدت سنگینیه. من خودم واقعا خیلی کنترل باید خودم رو بکنم برای اینکه خود ماها مادریم، میفهمیم یعنی چی وقتی که یه چیزی بچت میخواد و نمیتونی در اختیارش بذاری، چه فشاری روی آدم میاد. به هر حال من نکاتی رو که دارم، یکی گفتم همون در مورد پایه ترین حقوق و حقوق کودک هست که از نظر شما مهمتریناشون و پایه‌تریناشون کدومن. و یه نکته دیگه این که چه چیزی میتونه تضمین کننده امنیت و همین حقوقی که شما بهش اشاره کردین باشه. و 7 دقیقه هم وقت داریم، فکر میکنید که میتونیم به دوتاش بپردازیم؟ راستش بحث حقوق کودک به خصوص در ایران یک بحثیه که جنبه های خیلی مختلفش رو خیلی خوبه که مورد بررسی قرار داده بشه. ولی به هر حال من فکر میکنم حقوق کودک که ما بگیم که توی ایران چی نیست، هر حقوق پایه‌ای کودک، حقوقیه که کودک باید همه نکاتی که بهش اشاره کردین، امنیت داشته باشه، آسایش داشته باشه، بله، باید از استاندارد بالای زندگی برخوردار باشه. ایران یک کشور فوق‌العاده ثروتمنده، تمام کودکان ایران میتونن واقعا زندگی مرفه و شادی داشته باشن، ولی ازشون گرفته شده. حقوق پایه‌ای کودک اینه که کودک راحت زندگی کنه بدون اینکه فکر بکنه که آیا توی سفرش غذا هست یا نه، بدون اینکه نگران این باشه که آیا حقوق ماهیانه پدرش یا مادرش میرسه به خرج زندگیشون. حقوق پایه‌ای کودک اینه که فقط فکر این باشه که فکر بازی و شادی باشه، فکر این باشه که آیندهش رو بسازه، آموزش ببینه، بهداشت رایگان داشته باشه. همه اینا جزء حقوق بدیهی کودکانه که در یک کشوری مثل ایران ازش سلب کردن این حقوق رو. و بخش دوم سوال شما رو من
یکی گفتم همین مسئله این که پایه ترین حقوق کودک مهمترین هاشون کدوم ها هستن. سوال دیگه ای که دارم اگه این تو این مورد دیگه صحبتی ندارید میتونیم بریم برگردیم به سوال آخرین سوال. فکر میکنم از اول برنامه صحبت کردیم در مورد حقوق کودک چیه و واقعا کودک نباید نگران آیندهش باشه، نباید دائم دیگه فقر گسترده‌ای که تو ایران وجود داره برای کودکان، یعنی از حقوق پایه‌ای هم نمیشه صحبت کرد در اونجا، واقعا ندارن کودکان فوق العاده حقوقن در ایران. بله دیگه آدم نمیتونه راجع به خیلی چیزا، اصلا انگار که زبان آدم بند میاد که بخواد صحبت بکنه. اما یه مسئله هستش اینه که یه نظامی، یه سیستمی باید باشه که بتونه یه تضمین بکنه که این حقوق پایه‌ای که ازش اسم بردین، امنیتی که کودک لازم داره، اینا رو به کودک بده و نگه داره و یه شرایطی ایجاد بشه که این حقوق به کودک داده بشه. فکر میکنید که چی تضمین کننده این وضعیت هست؟ بله، ما در کودکان مقدمان این رو همیشه میگیم که ما نباید منتظر بشیم، منتظر فردا بشیم، باید همین الان در مورد حقوق کودک صحبت کنیم و براش مبارزه کنیم و بخوایم که همین الان اتفاق بیفته. وضعیت کودکان باید همین الان خوب بشه. ولی تو این 34 ساله و واقعا این کارو فعالین حقوق کودک کردن و دارن تلاش میکنن برای اینکه بهبود پیدا کنه وضعیت کودکان، ولی تو این 34 ساله یک چیز ما فهمیدیم، اینو فهمیدیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، توی ایران باشه، نمیشه واقعا از حقوق کودک صحبت کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، کار کودک وجود داره، کار کودک باز تولید میشه به طور دائم. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، مدارس تخریبی وجود داره، هر لحظه ممکنه که بخاری آتش بگیره، تعداد زیادی کودک بمیرن، هر لحظه ممکنه که مدارس روی سر کودکان خراب بشه. تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، کودک کار وجود داره، کودکان آسیب میبینن، کودک به طور سیستماتیک مورد آزار قرار میگیرن، تمام قوانین کار، قوانین کودک در جمهوری اسلامی کودک آزاری حساب میشه از نظر یک جامعه متمدن و از نظر یک حکومت انسانی. بعد 34 سال آدم میتونه به راحتی بگه که تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار در ایران، وضعیت کودکان همینه که هست و روز به روز هم بدتر میشه، همینجور که روز به روز بدتر شده و الان هیچ وقت واقعا انقدر سیاه نبوده. حتی از سال پیش، حتی از روز پیش، حتی از ماه پیش وضعیت بدتره و واقعا نمیشه منتظر بود و فردا دیر برای تغییر دادن این وضعیت و هیچ کس هم از آسمون نمیاد این وضعیت رو تغییر بده. تا زمانی که خود مردم، خود کسانی که بچه هاشون تحت فشارن، همه کسانی که نمیتونن یک زندگی شاد و مرفه برای کودکانشون درست کنن، تا زمانی که دست به دست هم ندن، با یاری هم، با اعتراضات وسیع توده‌ای کاری انجام نمیشه و وضعیتی تغییر پیدا نمیکنه و هر روز که بگذره کودکان بیشتری دچار سوء تغذیه میشن، هر روز که بگذره تعداد بیشتری کودکان به بازار کار کشیده میشن و واقعا باید این وضعیت رو خاتمه داد، نمیشه ادامه داد به این شکل به نظر من. خیلی متشکر از شما که اومدید توی برنامه‌مون. امیدوارم که باز هم بتونیم از این برنامه‌هایی که خورده به قول معروف دستمون بازه به لحاظ وقت که بتونیم یک کمی به زوایای مختلف بپردازیم، یک کمی بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. مسئله یه که بسیار بسیار لازمه. به هر حال ممنون از اینکه با وجود بیماریتون اومدید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. منم از شما ممنون و متشکرم. خواهش می‌کنم. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با افسانه وحدت در رابطه با حقوق کودک. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید، سوالی اگه دارید، نکته‌ای اگه دارید حتما میتونید مطرح بکنید، چه در برنامه کودکان مقدمان و چه در برنامه‌های دیگه ما میتونیم به اونها بپردازیم. من سیما بهاری برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو می‌کنم. پیروز باشید.